این اعتراضات برای ظلمی که رژیم ایران به مردم میکنه، برای گرانی و تبعیضه، برای نبودن آزادیه. به شدت هم دارن پلیس با مردم برخورد میکنه، نیروهای سرکوبگرشون همه رو آوردن تو میدون، بسیجی ها، لباس شخصی ها، هر کی تونستن دستشون جمع کردن آوردن که با مردم برخورد بکنن، ولی مردم هم کوتاه نمیان و این بار تا رسیدن به آزادی مردم با حکومتی که آزادی رو ازشون سلب کرده می جنگن. مردم آزادی میخوان، جدایی دین از سیاست میخوان، کار میخوان، مردم امنیت شغلی میخوان، چون از رژیم جمهوری و به خصوص جمهوری اسلامی خیلی ندیدن. و وقتی مقایسه میکنن که قبل از اون در زمان شاهنشاه چه وضعیت خوبی مردم داشتن، به هر حال از پدرانشون، از بزرگترانشون پرسیدن و اونا تایید کردن که در اون زمان زندگی خیلی مرفعی داشتن. بنابراین اونها هم همین شعار رو سر میدن و من هم به شخص همینو میگم. و این چیزایی که الان مردم شعار میدن خواسته های طولانی مدته، نه اینکه بعد از 40 سال تازه به این شعار رسیدن. این رو از همون سال اولی که اون رفراندوم قلابی رو انجام دادن و بعد از اون به زور حجاب و سر زنان کردن و سپاه و گشت سارالله و گشت ارشاد به وجود اومد، مردم از همون موقع ناراضی بودن، منتها صداشون به جایی نمی رسید و هر کسی دم می زد به عنوان مفسد فلعرض یا آمریکایی یا اسرائیلی اونو بهش برچسب می زدن. بنابراین مردم در این 39-40 سال توی جو اختناق زندگی میکردن و الان فقط آزادی بیان میخوان و سایر آزادیه که قبلا خدمتون عرض کردن. حضور پررنگ نیروهای سرکوبگر، لباس شخصی ها با باتوم و چوب و چماق، انگار لشکرکشی حکومت نظامی. واقعا عملا اینجا حکومت نظامی اعلام شده. همین الان ما خواستیم بریم محل برگزاری تجمعات، جلومون رو گرفتن، به همون هشدار دادن، حتی خواستن روی خواهرم هم دست بلند کنن که با وساطت چند نفر جلوشون رو گرفتم. مردم بوق میزنن، سر صدا میکنن، اما اونا با باتوم و گاز اشکاور و شکر به جون مردم افتادن. خواهش میکنم اطلاع رسانی کنید، مردم کرمانشاه همچنان معترض هستن. همه اینایی که میریزن تو خیابون و تظاهرات میکنن یک خواسته بیشتر ندارن، اینا مشکلشون با حکومته، حکومتی که 40 ساله داره دروغ تحویل مردم میده، سر مردم کلا میذاره، حکومتی که ناقض حقوق بشره، حکومتی که حق انتخاب مردم رو از مردم گرفته، حکومتی که جوانا رو بدبخت کرده، از ورزش حمایت نمیکنه، این همه بیکاری، فساد، معتاد، بدبخت کرده این مردم و ملت رو. مشکل مردم با حکومته، اینا دنبال حکومت دموکراتیکن، نه حکومت جمهوری اسلامی که زور میگن فقط به مردم. غیر از زور و دیکتاتوری کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد. کل سرمایه مملکت به این قشنگی و به باد دادن. ما اگه بتونیم پیروز بشیم، موفق بشیم، بازم میتونیم به کشورهای توسعه یافته نزدیک بشیم، پا به پاشون جلو بریم. این چند روزه من میدون انقلاب و تو شلوغی میدون انقلاب بودم، مردم اصلا به دنبال خشونت نیستن و این نیروهای لباس شخصی و یگانهای ویژه هستن که تجمعها رو به خشونت میکشونن. من این چند روز که حالا از نزدیک دیدم و همینطور امروزی که تازه از میدون انقلاب برگشتم، اون محدوده چاره ولی اصلا میدون انقلاب پر بود از لباس شخصی های لاتمه ها و یگانهای ویژه که قدرت نمایی میکردن و خواستن باعث روح و وحشت مردم بشن. دلایل اینکه مردم حالا اعتراض دارن میکنن به نظر من این است که اولی که مردم میبینن کلیه امکانات و سرمایه های مملکت تو دست کسایی که دم از برابری توی اسلام میذارن. بعد از اون مسئله آزادی و حقوق اجتماعی هستش که این نظام حتی راجع به خصوصی‌ترین مسائل مردم به جای اونها تصمیم میگیره، اینکه چی بپوشین، به چی فکر بکنین، چه موسیقی گوش بدین، چه فیلمی رو ببینین، چه سایتی رو ببینین، و همین هست که کم کم باعث فشار بیشتر روی مردم میشه و این فشار بالاخره یه جایی خودش نشون میده که اون نشون دادن همین اعتراضهای خیابونیه که الان شاهدش هستیم. باید بگم که اعتراض حق مسلم مردم رنج کشیده ایرانه. هر کسی با هر بهانه‌ای بخواد
خودشو بکشه عقب، به ملت و خونهایی که تو این جریان ریخته شده خیانت کرده و گناهکاره. و یه چیزم عرض کنم که کانال خبرگزاری مهر وابسته به دولت طوری از اموال عمومی پست میذاره و با این کار میخواد مردم و معترضین فاصله بندازه، غافل از این که تخریب اموال عمومی چیه. مردم ما آگاهن و گول نمیخورن. اون زمان که شما خیلی واقعا دلسوز بودین، اموال عمومی که اختلاس میشد میلیاردی، چرا هیچ پستی هیچ اخباری برای مردم پخش نکردین؟ مگه اینا مال مردم نبود؟ حق مسلم ماست اعتراض و مردم رنج کشیده ایران هیچ عقب نمی کشند. به خدا نمیدونیم چطور از شر اینا راحت شیم، چطور بهشون بفهمونیم که نمیخوایمشون. مردم از گشنگی دارن میمیرن، مردم شرمنده زن و بچه‌شون هستن، میگن دست فلان کشور پشت این ماجرا هاست. کدوم کشور؟ اولین این حرفا رو واسه اون ادعی که طرفدارشون هستن و با این حرفا قانع میشن میزنن. دوم، من میخوان احساسات مردم رو نسبت به ایرانی بودن و کشورشون برانگیخته کنن. و سوم، من توجیهی جز زدن این حرفا ندارم. اینا همون مردمی هستن که وقتی در راهپیمایی قدس هم صالحون شرکت میکنن غیورن. چطور بهشون میگین اختشاش کرد؟ اما الان دیگه از گرانی نمیتونن زندگیشون رو بچرخونن. چرا مردم رو میزنین؟ آقای سرباز، آقای مأمور، مگر شما از این مردم نیستید؟ مگر پول این مردم تو جیب شما نمیره؟ این گرانی تنها تأثیری که تو زندگی ما گذاشته، من البته زندگی زیاد تأثیری نگذاشته. باید انقدر بگم که من الان اینجا نشستم روبروی تو به خاطر همین گرونی هستی، به خاطر اقتصاد هستی که خانومم جدا داره زندگی میکنه و الان دارم از خانومم جدا میشم بعد از 60 سال زندگی. های سیگارچی، این گرونی هر سال این آقا میگه تجرقمی داره میشه، من نمیدونم از کجا داره میگه. تجرقمی بودنش اینه که من هر سال باید 50% 60% به کالاها اضافه بشه، ولی ایشون یه 10% حقوق اضافه میکنه. مگه میشه اینجوری؟ زمانی که موقع انتخابات میشه و موقعی که آقایون نیاز دارن به حمایت، همین آقایونی که از همه چی دارن گره‌بندی میکنن، همون روز همه چی زیادشون میره و میان آقایون رو تایید میکنن. خب از ماست که بر ماست. اینا اصلا معلوم نیست به کجا بکشه تا چند ماه آینده. اگه وضع اینجوری باشه، وضع بازار اینجوری پیش بره، اقتصاد مملکت رو این پایه بچرخه، همه به نابودی میرن. همه واقعا دارن به بدبختی زندگی میکنن. زندگی روزمره بر هر کسی سخت شده دیگه. تو شرایط سخت همه دارن، همه افسرده شدن. 90% مردم با افسردگی دارن زندگی میکنن، با فکر، با مشغله. نمیدونم کجا فقط میخواد بکشه این کار رو، کی میخواد پیش ببرن اینو. هیچکی هم به فکر نیست، هیچکی به فکر نیست، فقط به فکر جیب خودشون هست. من از یه جمله آقای قالیباف خوشم فقط اومد که خودش علنا اومد داخل انتخابات در اومد گفت 90% مردم ایران داخل فقر و بدبختی دارن زندگی میکنن. مسئولین، خودتون میدونین که مردم دارن با بدبختی زندگی میکنن. درآمد ما یه کارگر که 1500 1600 فقط صرف خورد و خوراک بچهش میشه، اونم نمیتونه تامین بکنه. با شرمندگی میتونه اون 1 خورده ای رو داخل 1 ماه خرج بکنه. تا کی میخواین اینطور فشار بیارین به زندگی مردم؟ به گفته خودتون گفتین 90% مردم زیر خط فقرن، 10% در آرامش آسایشن. دیگه تا کی بابا هی نکنین بخواین جنسو گرون کنین؟ تا کی میخواین این روش ادامه بدین؟ ما واقعا دیگه توان نداریم، نمیدونیم هم چه کار کنیم. همه ما یه زندگی مادی داریم، یه زندگی معنوی داریم. زندگی مادی ما مشخصا خورد، خوراک، پوشاک و سایر امور هستش. گرانی تأثیر مستقیم بر زندگی همه افراد گذاشته، مطمئنن روی زندگی معنوی ما هم تأثیر داره که امروز شاهد اون هستیم. مخصوصا در نسل جوان بچه ها دینگوریز شدن، دین ستیز شدن. و خدمت شما عرض شود در کشور ما الان یک عده خاص که خود آخونده باشن، اعوان انصارشون باشن، در آرامش دارن زندگی میکنن. اونایی هم که طبقه متوسط هستن همه بدهکارن، همه روز تا شب میدن، از اینجا قرض میگیرن، اونجا چاله هاشو پر کنن. و چون که شرایط اقتصادی خوب نمیشه، به همین دلیل همه بدهکار میشن.
تا میخواد طرف به شرایط نرم برسه یه هزینه دیگه اضافه میشه، هزینه خورد، خوراک، پوشاک یا هر اجاره خونه و همه اینا. روزانه میبینیم که خدمات اجتماعی رفاهی هم رو به نزوله. فلان دارو رو دیگه روی دفترچه نمیدن یا بابت فلان کلاس و فلان اردوی علمی باید توی مدرسه کلی هزینه کنن خانواده. از نظر خود من که شغل آزاد دارم در حال حاضر بیشترین هزینه برای اجاره خونه و اجاره مغازه‌هامون و نگهداشتن کسب و کارمون هست. البته اگه درآمدی باشه که فعلا طبق این که چیزی که من دارم میبینم توی بازار هیچ درآمدی نیست و تمام کسبه حداقل اطراف من دارن هزینه هاشون رو از جیب و اون درآمدی که از قبل داشتن انجام میدن. کیفیت زندگی پایین اومده، سلامت خانواده ها تهدید شده و در نهایت سلامت اجتماعی به تبع پایین میاد. اینجا که جای زندگی کردن نیست، جای تلاش برای زنده موندن هستش و به نظرم ما یه دوره‌ای میرسیم به اصل تنازع برای بقا تو این مملکت. اگه واقعا میخواید بدونید گرونیه، باید یه دور توی اجتماع بزنید ببینید اجاره خونه چنده، برنج چنده، روغن چنده، گوشت چنده. گوشت که دیگه از سبد خانوادگی هم محو شده. اگه میخواید بدونید که مردم چجوری با این گرونی سر میکنن، حتما یک دور توی اجتماع بچرخید. هنوز دارن از سد لاشخالی ها چیز برمیدارن. من مهندس عمران هستم با 12 سال سابقه. متاسفانه گرانی ها زندگی مشترک من و زنم با یه بچه 2 ساله به حدی به هم زده که الان ما فقط سر پول تو دادگاه داریم بالا پایین میریم. من بعد از 1.5 سال 8 ماه پیش تونستم کار پیدا کنم. 8 ماه پیش که من مبلغ 2 تومن مساعده گرفتم، تقریبا 7 ماه پیش میشد، با اون تونستم لوازم اصلی زندگی اون بگیرم، مایحتاج و یه پوشاک خورده برای خودم و پسرم و خانومم بگیرم. ولی الان بعد از 8 ماه نمیدونم این تورم به کجا داره میره. من لوازم اصلی خورد و خوراکمو گرفتم، فقط تونستم به پسر کوچه‌ام شلوار بگیرم، پول تموم شد. آیا درسته ما روی منابع عظیم گاز و نفت هستیم و معادن به این روز بیافتیم؟ کی میخواد جواب ما رو بده؟ میخوام بگم آقای روحانی، ناز شستت که جلوی دوربین خوب به مردم دروغ بگی. میگی تورم آوردیم پایین، تک نرخیش کردیم، پس کوچه رو ما نمیبینیم. چرا همه جنس ها گرونه؟ چرا بدبختی داریم میکشیم؟ چرا دروغ میگی؟ سبد خریدمون واقعا نصف شده. تمام درآمدمون رو مجبوریم بدیم برای خرید خوراکی های روزانمون. با 2 تا بچه، بالاخره بچه ها کلاس دارن، واقعا نمیتونیم از لحاظ فرهنگی دیگه هزینه ای بکنیم. مجبوریم همه رو خوراک و پوشاک کنیم، اونم نه به اندازه کافی، واقعا به اندازه کافی که بخوایم گوشت و مرغ و لبنیات و اینو به بچه ها بدیم نمیرسه. حقیقتا تحت فشاریم، از همه لحاظ تحت فشاریم.